بیا جلو، بیا جلو، خداییش بیا جلو. من واقعا باید از تو تشکر کنم، راه دیگه ای جز یه ماچ پیدا نکردم. جان نازم نکن، بیا نزدیک من یه ماچ به تو بدم. خدایی خودم یه جوری هم الان میخوام ماچ بدم. ما رو فردا میان به اتهام یه سری چیزا میگیرن، ولی برای من مهم نیست. من بخوام برم درفت میزنم، الان زدم بالا نمیدونم بعد چیکار کنم. دریوری مهتی جان یه جوری چیز کن که کسی نفهمه من به بچه ها ماچ دادم. بیا جلو، بیا بابن، انشاءالله همه ما رو آدم کن. نمیتونم دوستان، من قلبم رو تقدیم میکنم، ماچو از من نخواهید، این قلب من تقدیم به شما، واقعا مخلصتونم. امروز اومدیم با جام جهانی درفت. شاید بگی سمستو چی کشیدی دوباره اومدی پا ویدیو داری میگی جام چی بره ما دیدی؟ خب این ویدیو سبکش فرق میکنه، ولی یه چیزایی تو همون مایه های چالش درفته، ولی یه مقدار شاید جذابتر و حتی باحالتر. 10 تا از پرطرفدارترین کشورهایی که کارتای زیادی داخل فیفا دارن رو انتخاب کردم، قراره این دوتا دو به دو رو به روی هم بازی کنن. ترکیباش هم خودم میچینم، یعنی اول مثلا نیشن برزیل رو میچینیم و بعد مثلا میریم نیشن انگلیس رو میچینیم. اینا قرعه کشی میشه، امروز هم قرعه کشیش رو داریم و هم بازی افتتاحیه داریم، پس ویدیو جذابیه. جام جهانی های سمسون رو از دست ندید. قوانین بازی رو میخوام بهتون بگم. اول قرعه کشی میشه اون 10 تا تیم. بعد بگید سمسون جام جهانی 10 تا تیم نیست، فاز چیکار داری میکنی با خودت؟ مثلا من میتونستم بچا کلمبیا، ترکیه، مثلا ترکیه خودش ایلماز داره، یازیچی داره، دیگه نمیدونم جانان اوغلو داره، ولی کارتاشون انقدر کارتای زیاد و خفنی نبودن که باشن. من سعی کردم کارتا نیشنای گفتم پرطرفدار اینا رو انتخاب کنم که 10 تا تیم میشن. بچا روند سابقه اینجوریه که ما اون 10 تا تیم رو قرعه کشی میکنیم، اینا روبروی هم میافتن. اول 5 تا پارت داریم که این دوتا روبروی هم بازی میکنن. بعد که 5 تا تیم اصلی مشخص شدن که چه تیمایی هستن، یه قرعه کشی میشه، یکی از اون 5 تا تیم به شانس میره فینالیست میشه. 4 تای دیگه با هم مسابقه میدن، دوتاشون میان بالا، اون دوتا هم با هم یه بازی میکنن، یکیشون میمونه که میره با اون فینالیستی که شانسی اومده بالا بازی میکنه. خودم دوست داشتم 12 تا حتی 16 تا تیم انتخاب کنم که طولانی تر بشه، ولی خب مسخره میشد دیگه. کارتای خیلی کمی از اون نیشنای دیگه مثل ترکیه، کلمبیا، کشورهای دیگه هستن. جلوتر هم بهتون میگم چه کشورهایی هستن. پس ویدیو رو عدس... همین الان لایک کن، خداییش همین الان اگه حال کردی تا اینجا لایک کن. من قلب به تو دادم، لایک کن. بچه کشورهایی که توی جام جهانی درفت من حضور دارن: برزیل، اسپانیا، انگلیس، فرانسه، ایتالیا، آرژانتین، آلمان، هلند، پرتغال و بلژیک هستن. تیمای دیگه هم گفتم مثل کلمبیا، اوروگوئه، نمیدونم روسیه و ترکیه و اینا هم بودن که میتونستن اضافه بشن، ولی کارتای خیلی زیادی داخل بازی ندارن و امکانی که مثلا کارتی از اوروگوئه بگیریم خیلی کم. مثلا تشی سوارز یه کاوانی اینا میخواد بهمون بده دیگه، کارت خیلی خفنی از اونا نمیده. حالا مسابقه ها چجوری برگزار میشه؟ مثلا بازی اول، مثال ایتالیا میفته روبروی آرژانتین. اولش میریم ترکیب ایتالیا رو میچینیم و هر چی بازیکن ایتالیایی بده داخل درفت رو برمی‌داریم. اگرم از ایتالیا نداد، مثلا تو 5 تا پیکمون هیچ بازیکن ایتالیایی نبود، از سری آ بازیکن برمی‌داریم و اگر از سری آ هم بازیکن نبود، یکی که بالاترین ریتو تو اونا داره رو برمی‌داریم. حالا مثلا یه سری تیم مثل بلژیک و برزیل لیگای خیلی خفنی ندارن، بازیکنای خیلی خفنی تو لیگاشون نیستن، یعنی اگه از اونا نده ما سعی میکنیم همون بالاترین ریتو برداریم، متوجهید؟ و در آخر مثلا ایتالیا ریت تیمش میشه 86 با کمستری 100، امتیازش میشه 186. تیم ملی آرژانتین میشه ریتش 88 با کم 100 میشه 188. اینجوری آرژانتینه که برنده این بازی میشه. فکر کنم توضیحاتم خیلی مناسب بود، اگه نفهمیدی توضیحاتمو بازی ها رو تماشا کنید میفهمید. خلاصه بیشتر دوست داشتم لذت هم رقابت باشه، هم دیدن کارتایی که قراره بهمون بده و فکر کنم کارو جذاب بکنه. سمسون امروز زده بالا دوستان، خودتون مراقب خودتون باشید، زده واسه درفت بالا، لطفاً ذهناتون رو به سمت جاهای بعد نبرید. بچه‌ها این نکته دیگه قبل از اینکه بریم سراغ ویدیو بهتون بگم در مورد کلاً ویدیوهای سبک درفتم، من یه دونه یه خط سفارش دادم که روش اینترنتی بگیرم که بتونم قشنگ کامل واسه جدا واسه بازیم باشه که کمترین حالت ممکن دیلی و لگ و پینگ و اینا رو برسونم. پس به خاطر همینه که فعلاً دارم درفت بدون گیم پلی میذارم و 100% اون بیاد. دو سه تا ایده خفن دارم که در واقع اجرایی می‌کنیم روی در واقع اون درف، اون در واقع ایده هایی که دارم و درف و تنقلات، همون درف و قضا و این چیزا رو به زودی دوباره شروع میکنم اگه اون بیاد. یه سری حالا چیزای جالب داریم، پس حتما ویدیوها رو دنبال کنید. بریم سراغ ویدیو. خب بچه ها خوش اومدید به قرعه کشی جام جهانی سمسنو، یعنی اصلا خیلی جذاب. خب بچه ها خوش اومدید به قرعه کشی جام جهانی درفتمون. دو تا تیمی که اول بیفتن بازی افتتاحیه‌مونن و بعد واسه 4 تا بازی بعدی هم قرعه کشی میکنیم. بریم واسه اولین تیم، من خیلی ذوق دارم دوستان ببینم بازی اول، یعنی تیم اول که میفته چه تیمیه.
بلژیک داشت پرتغال میشد و بلژیک افتاد. خب بچه ها بریم واسه تیم دوم. امروز بازی افتتاحیه بلژیک حضور داره، امیدوارم یه تیم خفنم بیفته. آلمان و بلژیک، بریم واسه بازی دوم، یعنی پارت بعدی چه تیمایی قراره بازی بکنیم. حالا شاید مثلا چیزم کردم، برزیل میفته یا نه ایتالیا، ایتالیا بازی دوم. خب بچه ها ببینیم چه تیمی قراره با ایتالیا بیفته و بازی دومو برگزار کنن. هر تیم بیفته سلاخی خواهد شد. هلند، هلند میفته در مقابل ایتالیا. هلند و ایتالیا قسمت بعدی. بریم واسه تیم بعدی که ببینم چه تیمی خواهد افتاد که بازی سوم برگزار بکنه. آرژانتین، آرژانتین. بریم واسه تیم بعدی که قرار رو بروی آرژانتین بازی کنه. برزیل آرژانتین بشه باحال میشه، که نشود انگلیس آرژانتین. بریم ببینیم بازی چهارم چه کسی کارو میخواد جمع بکنه. بلژیک فکر کنم ببازه حاجی. پرتغال، پرتغال. بریم واسه پیک بعدیمون که چه تیمی قراره بیفته. اسپانیا و پرتغال، اسپانیا و پرتغال. و بعدی هم دیگه قرعه کشی نداره، برزیل با فرانسه. حاجی یعنی میتونم بگم بهترین بازی برزیل و فرانسه هستند. یه چیزی که تو این بازی هست، شانس هم خیلی موثره، یعنی مثلا امکان داره برزیل بازیکن خیلی بزرگ و خوبی داره، نمیدونم امکان داره نیمار بده، امکان داره نمیدونم رونالدینیو بده، اگه اونا رو به ما نده و مثلا بیاد اسکار گولد بده، امکان داره که مثلا تو خطر بیفته یا حتی بازیکن برزیلی نده. خب بچه‌ها بریم واسه بازی بلژیک و آلمان. دو تا گفتم اسکواد قراره بچینیم، اول که بلژیک اومد به همون ترتیبی که قراره بریم. من خودم نمیدونم چه کسی قهرمان، یعنی چه کسی که نه چه تیمی قهرمان میشه. پس شما تو کامنت ها به نظرتون آلمان میزنه یا بلژیک، حتما داخل کامنت ها بنویسید. من چه ترکیبی انتخاب میکنم، یه ترکیب عجیب غریب شاید انتخاب کنم و ولی سعی میکنم یه ترکیب انتخاب کنم وینگر داشته باشیم. این ترکیبو هستم، 3-4-1-2 رو هستم، مثلا هم اینجوری عشقی ور میداریم. بریم واسه کاپیتان، بریم واسه کاپیتان. اوکی اوکی اوکی. بچه حالا تو این مرحله نه از لیگ بلژیک داریم نه از نیشن بلژیک داریم، پس بالاترین ریتینگ رو برمیداریم خیلی راحت. یه موقع اگرم از بلژیک بازیکن بده، تازه کیزا مثلا باشون لینکم میشه. بریم استی رو بزنیم ببینیم چه بازیکنی میده. بدترین پشمام، یعنی جای جذابش همینجاست. لیونل مسی، من ناراحتم بچه واقعا از اینکه لیونل مسی از بارسلونا رفت. من خودم رئالی ام، اکثر بچه‌ها که منو دنبال میکنن میدونن، ولی واقعا سخته، یعنی واقعا سخته که یک بازیکنی که تو باشگاهتون چند سال بازی کرده، تازه میگم چند سال، فکر کن از همون اوایل، یعنی مثلا خیلی تایم زیادی باشه توی تیم باشه و بره. اصلا خوب شد که مسی رو داد که در مورد این موضوع هم صحبت کنم. من امیدوارم که به بارسایا صبر داده بشه. لیونل مسی رو ما گرفتیم، لیونل مسی بلژیکی تا الان بهمون نداده، ولی ریتی خداییش خوب بوده. بریم واسه بازیکن بعدی، خیلی خوب داده تا اینجا. دریز مرتنز، دریز مرتنز اولین بازیکن بلژیکی بود که گرفتیم که لینک هم میده. واسه سی ای ام امون. اوکی، کوین دیبروینه رو گرفتیم، اصلا توجه نکردم بهش. کی دی بی رو ور میدارم 91ش رو. بریم واسه سی ام، یه اکسل ویتسل، البته سی ام سی دی ام میتونی مثلا بدی و هیچ کدوم اینا به درد نمیخورن. ریتی ور میداریم و ریت 90 رو ور میداریم. بریم واسه سی ام بعدیمون. آوار هم لینک سبز داره، هم ریتش 90ه، ما برای ریت هم خیلی برامون اینجا تا الان مهم هستش. بریم واسه ال ام، تا الان دو تا بازیکن بلژیکی بهمون داده. دبلیو، دبلیو لورنزو اینسینیا رو برمی‌داریم. آخه دیگه چی می‌خوایم آدم بشیم؟ چی می‌خوایم؟ بریم واسه سی بیا، ولی خداییش یه لوکاکو نیاز داریم الان. یه لوکاکو نیاز داریم. اصلاً بلژیکی به ما نمیدی. میتونیم بر اساس همون ریتی که داریم کارو جمع کنیم. یه دونه فندایک ما ور میداریم واریم واسه سی بی بعدیمون. خیمنز داد، لاپورت داد، کیلینی داده رو برداریم، ریتش هم بالاتر از همه هست. بریم واسه سی بی بعدی، میتونیم به ریتش حتی امیدوار باشیم. ادرمیلیتاو، ولی ریت هم داره میده. دمت هم گرم، خیلی داری حال میدی. یه کاسلیست ما اینجا باید بدین، مثلا یه بلژیکی نیاز داریم. صلاحو ور میدارم چت، بچه من اصلا قاطی کردم، اصلا بلژیکی نمیدی. حسنس رو برم، اصلا نمیدونم تلفظش رو درست گفتم یا نه. و بازیکن بعدی، بازیکن بعدی که اصلا نمیده، بده نیستش. بریم واسه رزرو بعدیمون
بریم واسه رزرو بعدیمون اشلی کول. پشمام واقعا خوب داد. بریم واسه رزرو بعدیمون اسکار گرفتیم. اسکار مانه واگنر دیانگ گرفتیم. مانه هیچ کاری نمیتونه واسه همون بکنه ولی دیانگ میتونه برامون کاری کنه و چممون تا اینجا شده 70. ما دیبروینر هم داریم. من قوانین خودم رو زیر پا گذاشتم. حد آقا لوکاکو گرفتم. بازیکن بعدی که بهمون میده ریت بردارم دیگه، به ریت برمیدارم اینو. بریم واسه بازیکن بعدیمون سیگورفسن داد بهمون. آدم چقدر نفهم میتونه باشه. نرو تو هم مثل من نمیتونه. بریم واسه ساب بعدیمون اوکی، برونو فرناندز رو برمیداریم به خاطر ریتی که داره. بریم واسه بازیکن بعدی. اینجا دیگه دفاع بهمون میده جوردی آلبا رو ریتی هم شده از همه بالاتر. برش میدارم کرزوبا، ولی تراوره رو برمیدارم. من ته این درفتم یه نکته بهش اشاره میکنم. بذار بریم واسه گلرمون. کورتوا میتونه گزینه خوبی باشه چون کورتوا پشمام نداد. این کار رو انجام میدم چون کمستری خیلی اینجا مهمه. بدیم واسه یه گلر بعدیمون که بلژیکی داد گلر. خب حالا بچه من یه نکته اینجا بهتون بگم. لوکاکو، مرتند، دیبروینه و ون کرومبروچ داد بهمون از در واقع بلژیک. کلن 4 تا بازیکن بلژیکی داد. و یه نکته همینجا بهتون بگم، این ترکیب الان به اسم بلژیکه. تا جایی که بهمون بازیکن بلژیکی بده ما ور میداریم، ولی وقتی بلژیکی نده سعی میکنیم هم بر اساس ریت هم بر اساس کمستری تیمو بچینیم. الان این اسکواد اسمش اسکواد بلژیکه، با اینکه کل گفتم 4 تا کلن بازیکن بلژیکی داره. خب رفقای عزیز، این شد از اسکواد نهایی بلژیک. من گفتم که آره بیام برای ریت هم که شده مثلا مسی رو بردارم بیارم اینجا، ولی کمستریمون رو کمتر میکنه، ریتی هم به تیم اضافه نمیشه. پس در واقع منطقیش اینه که همین آقا جوردی ماسیپ اگر اشتباه نگم گلرمون باشه، که الان ما مربی رو هم ورداریم امتیاز نهایی بلژیک رو بهمون میده و ما ثبتش میکنیم. امتیاز بعدی هم نبود نسبت به چیزی که من برای بلژیک در نظر گرفتم. راستی منجرم رو کمستریمون تاثیر خواهد داشت. خب بچه گاسپرینی رو برمیداریم ببینیم فوت درافت سامریمون چه امتیازی میشه دیگه. 91 برای 92 176 شد امتیاز بلژیک. تمام تلاشمون بود اسکواد بلژیکی بچینیم ولی متاسفانه نشد. ولی خب مسی و ادرمیلیتو خیلی تیم خوبی شد. خب بچه خوش اومدید به اسکواد آلمانیمون که قراره اوکی کنیم و بچینیمش. چه در واقع فورمیشنی بخوام وردارم؟ 4-2-2-2 رو هستم زیاد خداییش. بریم واسه 4-2-2-2 فکر کنم کارتای خوبی هم بگیریم. یه کارت آلمانی پشمام. حالا نیمار تو درفت نگرفته بودم ولی میتونه به ریتمون کمک کنه چون مسی رو تو بلژیک برداشته بودم و امروز تو درفتمون داشتیم دوتا مسی تو دوتا درفت متفاوت. من نیمار رو برمیدارم. بریم واسه استیمون بچه ها. بریم واسه استیمون یه آلمانی خوب بده پشمام. اوکی. آلمانی نداد ولی لیگ آلمان داد بهمون. ایشون رو برمیداریم میریم واسه استی بعدیمون. و ژیرو ایموبیل، رشفورد، گریزمان، آگوئرو بارسا داد به موراتا داد. ریسک نمیکنم و سی ای ام بعدیمون رو اوکی قطعا برند رو برمیدارم. جولیان برند، اشتباه گفتم برند رو، که خوب اومد یاد سمستون. خب بچه بریم واسه سی ای ام بعدی. چقدر جذاب شروع شد جفت رفتا، خیلی خوب شروع کردیم. اوکی گایز، اوکی داوید سیلوا، برونو فرناندز و اون داداشمون مولر هم که گرفتیم، داداش علی زلزله رو گرفتیم. آقا میتونستیم مولر ریت بالاتر بگیریم ولی ریسک نمیکنم چون میترسم به هم نده. سی دی ام بعدیمون پشمام. خب آلمانی گرفتیم، آلمانی میگیریم. بریم واسه سی دی ام بعدیمون. یک مثلا شوانشتایگر هم الان بدیم و قبولت داریم. هیچ کدوم رو ندادی، از لیگ آلمان هم ندادی. ریتی بخوام بردارم این رافائل داداشمون رو برمیدارم که 78. بیام بریم یه البی خوبی واگنر بدی راضیم، خداییش یه واگنر بدی راضیم. پشمام. بنچایول یا بنچیلول، بچه کدومه؟ چرا من تلفظم اینقدر ضعیفم؟ یه کاری باید بکنم واقعا برای این مشکل. بریم واسه سیبیمون. خوبه آقا، خوبه تا الان، خوبه، من امیدوارم. بریم واسه سیبیمون رافائل واران. ریتی هم بخوایم حساب کنیم و بین این 87 تا بخوام بردارم، خب واران رو برمیدارم دیگه. چه کاری آقا. سیبی بعدی بابا چت این راول با این لینک نمیشه، لینک کم یه لینک اینا با هم.
یه لیگن فکرم ریتی هم میخوام بدم. همین داداش راولمون رو باید برداریم بریم واسه آربیمون، بریم واسه آربیمون. اوکی واکر، کارواخال، اسپینولا، اسپینازولا اومدم بگم و الکساندر آرنولد رو به همون داد. به نظر من واسه کمستری هم شده که وارانو بتونیم لینک بکنیم، این کار رو انجام بدیم و یه ریت رو دو ریت رو بگذاریم واقعا، چون کمستریش دیگه خیلی پایین میشه. خب بچه ها بریم سراغ اولین رزروهمون. تو رو خدا آلمانی بده، تو رو قرآن آلمانی بده. وای وای وای، کندوگبیا رو برمیدارم، اصلا عشقم میکشه آقا کندوگبیا رو بردارم، ولی میتونستم یکی دیگرم بردارم. و گوهره رو بریم واسه رزرو بعدیمون. آخر کار من اینا رو میسنجم. دامفریز گرفتیم، ایشون رو برمیدارم دیگه، مجبوریم بردیم، به دل خودم بود دامفریز برمیداشتم. بریم واسه این یکی بازی کن هشمام آقا لواندوفسکی. آقا چمو جمع کرد ناموسن، آقا لواندوفسکی چم تیمو جمع کرد. بعد مثلا یه هوی آلمانی برنامه داشتم، منو ببخشید انقدر هولم و استرس دارم و یه جورایی چجوری بگم استرس خوبا نه استرس بد. تورگان آزار دو داده بود، یعنی در واقع لیگش میخوره. بریم واسه بازیکن بعدیمون، سرلینگو برمیدارم. بریم واسه ساب بعدیمون و آلمانی داریم، آلمانی داریم، آلمانی نداریم، بوندسلیگایی نداریم و مارکوس یورنته رو داریم و مارکوس یورنته رو ما برمیداریم. میتونه اینجا بیاد بچه، اینجا میتونه بیاد قشنگ، اینجا اوکی کنه کارو. بریم واسه ساب بعدیمون، یه ترکیب باید چینه من بزنم زمین کارو. خب کاستیچ بهمون داد. آقا چرا اینقدر LM میدی؟ آقا نده اینقدر LM، من نمیتونم LM رو لینک بکنم، LM رو من نمیتونم بچه لینک بکنم، ولی خب دیگه بوندسلیگایی چاره اینی، ریت بعدی هم نداره، ورش میداریم. بریم واسه بازیکن بعدیمون آلمانی بده، یه چیزی بده بتونم لینک کنم. بله گینتر داد، ریت برمیدارم، ریت برمیدارم، این ایشونو ما بیاریم اینجا و اوکیه. بریم واسه یه ساب بعدیمون که آلفونسو دیویس. قربون اون صورت ماهت، دونه گلر بوندسلیگایی بدی من جمع کنم برم ها. ناموسی گلر که من لونینو من برمیدارم، ریت بعدی هم نداره، ولی یه دونه نویر بده دبلیو هیچی نگو. خب رفقا چیدیم قشنگ بهترین حالتی که ممکن بود بشه رو چیدیم و اینجا هم یک مربی آلمانی برداریم که مستری تیم میشه صد و کارتای خوبی هم گرفتیم حدودی، بهترین کارتامون هم دارید میبینید، 189 آلمان شد و بلژیک شد 183 و تو همین اولین مرحله آلمان صعود میکنه به مرحله بعدی. یه نکته هم که بگم، واقعا نذارم بدشانس بودیم، کارتای آلمانی و بوندسلیگایی بهتر و باحالتری هم حتی میتونستیم بگیریم. منم خیلی واسه پارت اول استرس داشتم، هول بودم، خلاصه که آره دیگه این از اولین پارت بود، آلمان برد. سعی میکنم این در واقع جام جهانی درفتم هفته یه پارت بذارم رو هم رفته، حساب کردم چیزی نزدیک 8 9 تا پارت میشد که ببینیم فینال چه تیمایی میافتن. شما هم حس بزنید به نظرتون فینالیستا کیان. من اسم میکنم در واقع اگه درفتمون شانسمون خوب باشه واقعا فرانسه میتونه اذیت کنه، چون فرانسه بازیکن خیلی زیادی داره و فکر کنم تو همین دو تا درفتی هم که چیدیم بازیکن از فرانسه کم نداد. بمونم اینجا الان نظرتون رو توی کامنت ها بنویسید. آره خلاصه دیگه، الان آلمان برد، بلژیک حذف شد، خیلی ناناز بلژیک رو حذف کردم و همین دیگه، مخلصتونم، خودم بلژیک رو زیاد حال نکردم چون بازیکن خیلی زیادی نداشت. حالا آلمان نسبتا بازیکن های بهتر و بالاتر و گنده تری داره، یعنی منظورم از حاضر ریتینگی هم. حتی دمتون گرم، لایک و کامنت این ویدیو هم بهتون نره. مخلصتونم، خدا نگهدار.